درود به همه دوستان عزیز به دوستانی که با آن همراه هستند باز هم مجالی فراهم اومد که بتونم در خدمت دوستان عزیز باشم در این نوبت باز هم میخوام به آقای محمد حسینی بپردازم ایشون کلیپ جدیدی رو منتشر کردند شماره 183 ومین برنامه از برنامه های ریستارت که هر رافی های بسیاری در این برنامه ها دارند بذارید در همین ابتدا مقدمه رو من کوتاه کنم اگر حالا لازم به صحبتی بود در باب گفتار این فرد در ما بین این کلی برای دوستان عرض خواهم کرد ای برخر از خیال و غیاس و گمان و وهم از هر آنچه که دیده ایم و شنیده ایم. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وحب نود و 99, 99, 99, 99 و و مردم کره زمین متوهم یعنی اگه بخوام خیلی راحت توضیح بدیم بجز عرفان و تصوف و ریستارتی ها هر کسی در کره زمین هست متوهم بیماری روانی داره راه نجاتی وجود نداره پس 99, 99, 99, 99 100, 100, 100. مردم کره زمین رو ریستارت یا فرات رو شما متوهم توهم یعنی چی توهم یعنی اینکه نمیدونه از کجا اومده از شکم مادرش متولد شده اومده زندگی کرده و نمیدونه برای چی این کره زمینه و بعد میمیره و نمیدونه برای چی داره میمیره متوهمه از اینکه حالت سوم نور رو که من قرار توضیح بدم نمیدونه اصلا بعد نمیدونه عدد پی اگه انتها داشته باشه چی میشه نمیدونه بیچاره خودش پادشاه میدونه توهم میبینه تا چه حد واقعا دوستان خنده داره واقعا خنده داره اشون یک شعری خوندن از سعدی این شعر شعر رو خوندن و با توجه به این شعر همه مردم دنیا به جز خودشون رو متوهم کردن شما هم متوهمید شما نادانی شما احمق شما چیزی نمیفهمید حالا لابد هزیان رو هم نمیشناخت اگر هزیان رو میشناخت میگفت که اینها اهل هزیانند اگر به راستی تعقل نزد این افراد یعنی تعقل این چنینه یعنی اباطیلی است که آقای حسینی دارن میگن و تفکر این چنینه که من نه اون تفکر رو میخوام نه اون تعقل رو میخوام من توهم رو انتخاب میکنم اگر این چنینه تعقل کردن اصطلاحی هست در فلسفه و سیاست و جامعه شناسی به نام تکسرگرایی پلورالیزم که مطمئنا چیزی نمیدونن از این قضیه یعنی فردی که آریستوکراسی رو میشناسن اتفاقا ضد دموکراسی هم هستن یعنی ضد آرای عمومی مردم تفکر مردم هستن این افراد در تکسرگرایی مبحث بر سر اینه که حقیقت به راستی در چنگ همه ماها نیست یعنی ما میتونیم بخشی از حقیقت رو بگیم و اونقدر عمر نمی کنیم که بخوایم همه اون حقیقت و واقعیت رو بشناسیم و کسانی که منتقد ما, هم هستند اونها هم شاید بتونن بخش از حقیقت رو بگن یعنی یه چیزی بگن که درست باشه ولو اینکه مقایر با ما حرف بزنن ولو اینکه در مخالفت با ما بر بیان ولی وقتی شما میاد میگید که کسانی که مثل, مثل من میاندیشند خب انسان های خوبی هستند انسان های کاملی هستند و میتونن از فردا بیان به 99 درصد از مردمان این کره آبی بگن متوهم دیگه شما اون تکسرگیرهایی رو کنار گذاشتید یعنی شما یک دیکتاتوری فکری رو آوردید که این ریشه بدی در تاریخ ادیان و تاریخ ایدولوژی ها داره این قصه از این قراره فاشیست و نازیسمو نمیدونم کمونیسم و این مسیحیت و اسلام قضیه از این قرار بود دیگه میگفت ما درو میکنیم میریم جلو کسی که مثل ما فکر نمیکنه چه ارزشی برای زیستن داره کسی مثل ما فکر نمیکنه متوهمه جاسوس تبهکار خلافکاره ضد خلق ضد مردمه این جمهوری اسلامی چرا راه دور میریم از این رو من همیشه گفتم تفکرات این فرد یه گل به خودی است اگر این ایشون اپوزیسیون جمهوری اسلامی مخالف جمهوری اسلامیه نباید اون ادبیاتی رو به کار بگیر نباید پا جای پای جمهوری اسلامی بذاره و شیوی دیگری از تفکر رو شما بیارید که در مقایرت با اخلاقیات و معرفت و ایدولوژی جمهوری اسلامی باشه نه که همون رو بگیرید به صورت دیگه بخواید حالا تشریح کنید بست بدید و شهر بدید این واقعا خیلی عجیبه در گفتار این بعد در باب هزیان و توهم بذارید این چیزی که ایشون گفتن اشتباه است یعنی اینکه مثلا ری ها در باب انتخاب طبیعی داروین چیزی نمیدونن که من نمیتونم به اینها بگم متوهم اینکه مثلا ری ها در باب تفسیر کوپنهاگی فیزیک که بخشی از نظریات کوانتومی رو شامل میشه از جمله خود آقای حسینی که مطلقا چیزی نمیدونه من نمیتونم بیان بگم, بگم که متوهم میتونم بگم ناآگاه خب نهایت هم میتونم بگم نادان که یک معنای مشخص دارن این دو این دوتا این دو واژه نادان و ناگاه خب کسی که معرفت نداره نسبت به موضوع خب خود منم هستم در باب مثلا مدیریت یکی از رشته های بنیادی ساختار یک جامعه مدرن خب من اطلاعاتی ندارم خب من نا، نادانم ناگاه هم نسبت به رشته مدیریت در باب زمین شناسی هم من اطلاعات چندانی ندارم خب من نادانم و ناگاه هم. بعد برم مطالعه کنم تحقیقات بیشتری صورت بدن تا بفهمم قضیه از چه قرار بود ولی این نیست که من متوهمم چون من زمین شناسی نمیدونم ریاضیات رو هم خیلی از ماها نمیدونیم شاید از صد هزار نفر انسان شاید مثلا 20 نفر سی نفر ریاضیات رو به اون درجات عالی مطالعه کرده باشن که فوق لیسانس در زمین ریاضی داشته باشن نمیدونم دکترا در زمین ریاضی داشته باشن حالا اونها که نمیتونن بیان به, ما، به من بگن چون شما مثلا نمیتونی حسابان رو خوب توضیح بدی و نمیفهمی حسابان رو و معادلات جبری رو متوجه نمیشی و نمیدونی انتگرال کارش چیه و مشتق کارش چیه پس شما متوهمی میدونید قضیه از این قرار باید عاقلانه به قضايا نگاه کرد و من درخواست دارم از این دوستان ریستارتی که حالا گایقا دنبال میکنن کامنت میذارن با فهاشی بی فهاشی با احترام بی با بی احترامی فرق نمیکنه مشکلی نداره من میپذیرم حالا این فشارهای فرهنگی و سیاسی که منجر به این قضایا میشه که ف... افراد بیان به مخالفین خودشون فهاشی کنن توهین کنن قابل پذیرشه حالا من اونقدر دیگه روانشناسی خوندم بتونم اینها رو درک کنم مسئله این نیست ولی من ازشون خواهش همیشه کردم که یه خورده بیان عاقلانه فکر کنیم یا بیان گفتگو کنیم یا خرس های کنیم فشار اباطیل رو این فشار به قولی تزیان گویی رو کمتر کنید خود عاقلانه فکر کنید به واقعیت هایی که پیرامون ماست گذشتگان چه کار کردن کمی تاریخ بخونید سیر تاریخ اندیشه بشری رو بخونید حالا این افراد که میگن آریستوکراسی آریستوکراسی شما حداقل بشینید تاریخ این آریستوکراسی رو مطالعه کنید ببینید این نمودش در کجا بوده در کجای تاریخ بوده بعد از اون به چه شیوهی در اومده اینه یعنی میخوام بگم آریستوکراسی که مثلا الان من و شما داریم میگیم خیلی متفاوت از آریستوکراسی که 2500 سال پیش میگفتن و دموکراسی هم همین چنین یعنی دموکراسی که الان من بهش قائلم و در رابطش صحبت میکنم خیلی متفاوت از دموکراسی دولت شهرهای آتنه بعد خیلی توجه کن مفاهیم در دل تاریخ دستخوش تغییرات میشن مثلا نمونه ساده شاید دوستان عرض کنم همین صوفیگری که لغلغه زبان این فرده یعنی شده بازی زبان این فرد صوفیگری سوفیگری تصوف این از سوف میاد از پشمینه از پش میاد یعنی صوفی کسی که پشمینه میپوشه اون پشمینه که میپوشه بخاطر زبر بودنش میگه که ما رو هوا و هوس نگیره کاری هم اصلا به سیاست داشتن اینها نه کاری به بهبود جامعه داشتن یعنی شما بیارید مباحثی که اینا مطرح کردن در باب بهبود جامعه اصلا اهل عرفان رو چه به بهبود جامعه برای بهبود جامعه شما نیاز به اقلانیت دارید در ابتدای شما عرفان و تصوف که وارد میشید اینها منکر عقل و تعقل و استدلال و چیزهای از این دستند از این قبیل اینها به فکر شهودن میگن حقیقت بعد به صورت شهودی بر ما نائل بیاد بعد وارد بر ما بشه حقیقت بدون دخالت عقل و تجربه و چیزهای از این دست شما چجوری میتونید با این جامعه درست کنید چجوری میتونید با این یک برساخت اقتصادی مشخص کنید نه که مگر کسی مثل آدم اسمیت بیاد با اون فهمی که داره با اون مطالعاتی که در دل تاریخ داشته در تاریخ سیاست و اقتصاد داشته در فلسفه داشته بیاد طرحی رو از اقتصاد بنیان بذاره که تا به امروز کاربرد داشته حالا شما برید ای بگید که این آدم اسمیت متوهم بوده ولی ما میگیم خیر نه تاثیرگذارترین شخصیت در دل تاریخ بوده شما اگه صد نفر رو بخواید نام ببرید در طول تاریخ سه هزار سال یکش آدم, آدم اسمیته مثال میزنم نگید از خود چیزی در میار شما بگیم و توهم بوده و نمیفهمیده نفهم بوده ریستارتی نبوده احمق بوده جالبه کار اینجاست دوستان این عرض کنم که فرد شیادی مثل محمد حسینی که به راستی مثل انسان شیاد و ناآگاه نسبت به خیلی از مسائله میاد دانشمندان رو هم از خودش میدونه چون جایی سواله سآ... یک سوال بسیار بزرگیه که آقای شما میگین ری استارت حالا دنیا رو تغییر دادیم ما این کار رو کردیم حالا در دل تاریخ یه دونه حلاج میارید یه دونه عطار میارید یه دونه مولانا میارید در غرب چه اینا که بیشتر تاثیر گذاشتن میاد نیوتون رو عارف میکنه گالدر رو عارف میکنه آدم اسمیت رو سوفیست میکنه دیوید رو مثلا حالا درویش میکنه یعنی این شیادی این هاست وقتی شما مطالعه میکنه میدید مطلقا در گفتار اینها حرفی از عرفان نیست اگر بحثی در عرفان بود کشیش های حرفا رو میزدن یعنی اگر عرفان مسیحی رو شما قلم داد کنید یا الهیون مسیحی حرفا رو میزدن کسانی مثل آگوستین قدیس یا کشیش هایی که در رأس امور کاری بودند این جای سال بسیار بزرگ است در باب هزیان همین رو عرض کنم و توهم ببینید این چنین این نیست یعنی الان من توضیحشو رو دادم بخشش ببینید ت... توهم یعنی این که من یک اه... تجربه بسری داشته باشم که نمود خارجی نداره همونطوری که فرد الستیک که مصرف میکنه یا گاهی اوقات در مصرف هشیش فرد دچار توهم میشه یعنی تجربه ای داره که نمود بیرونی نداره یعنی با واقعیت ناسازگاره سازگاری با واقعیت نداره به طور مثال اگر من بگم در کمد خودم جنی هست و من با این جن در ارتباط هم صحبت میکنم گفتگو میکنم خب این توهمه چون اگر هزاران نفر از آدم های دیگه بیان در برابر این کمد قرار بگیرن جنی نمیبینن از این رو خب میگن این توهم زد بلکه من بیام یک شیبه استدلالی رو پیش بگیرم که اونم کار بسیار دشواری است در باب هزیان که حالا دچارم هستن بهش گاهی اوقات این فرقه ها دوچار این هزیانات میشن یک دسته از هزیانه ها هستن حال مذهبی یک یعنی دسته از هزیانه ها هستن وسواسی و قصه از این قراره که باوری یا اون اعتقادی که با توجه به شواهدی که میان این رو رد میکنه فرد حاضر به کنار گذاشتن این باور و اعتقاد نیست به طور مثال این زمین تخت گرایان که ریشم در این اندیشه ریستارتی ها داره من مطمئن هستم که اینها بخشیشون به زمین تخت اعتقاد دارن چون ساختار ذهنی اینها رو که من بررسی میکنم پر از این مباحث هزیانی و شپ علمی و غیر علمی و به قولی خرافیه یعنی پر از ایناست اینا وارد کردن یک آش شل قلم کاری درست کردن که به خورد ملت بدن این آش هم انقدر شوره که خودشون هم ازش دفاعی نمیتونن بکنن این میشه تعریف هزیان یعنی باوری من داشته باشم مثل زمین تخت و حالا فیزیکدان ها بیان صحبت کنن زمین شناس ها بیان صحبت کنن که آقا نمیشه با توجه به این شواهد زمین نمیتونه تخت باشه سایه زمین روی ماه میفته ما دستگاه هایی داریم که میتونن گردی زمین رو نشون بدن توپ وقتی شلیک میشه و به اصطلاح بالستیک میشه به صورت یک قوس پایین میاد این نشون از جاذبه کروی بودن زمین میده به قولی کشتی ها وقتی میخوان حرکت کنن باید انحنای انهنا... زمین رو تخصص خود من هستن خیلی خوب میدونم باید انحنای زمین رو خوب ده حساب کنن که زودتر به مقصد برسن چون با توجه به انحنای زمین روی نقشه که سطح مسطح داره یک خورده تداخل محاسباتی پدید میاد این رو دستگاه هایی هستن که میتونن محاسبه کنن با توجه مقرط جغرافی و اون انحنای زمین خب مثلا ممکنه 15 ناتیکال مایل یعنی مال دریایی یا 20 ناتیکال مایل گاهی اوقات کمتر بشه وقتی شما انحنای زمین رو محاسبه میکنید و مسیر رو روی اون انحنای زمین قرار میدید و صحبت بسیار زیادی مثل آونگ فوکو میشه کرد ولی خب وقتی اون فرد نمیپذیره اینجا میگیم اون فرد دچار هزیان شده یعنی تو شما هر چقدر شواهد هم به این فرد نشون بدید این فرد قبول نمیکنه یا مثلا این ریستارتی ها ما تاثیر گذاریم، ما راه نجات ریستارته و ما میویم صحبت میکنیم که آقا شما مدل اقتصادی ندارید مدل سیاسی هم ندارید، آریستوکراسی که یک مدل سیاسی نیست بخش کوچکی از یک مدل حکومتیه، بخش بسیار کوچکی این مدیریت میخواد، ساختار قوه مشری مهمه، ساختار قوه قضایی هست نیاز به حاکمیت قانون هست، نیاز به مجلس نمایندگان هست نیاز به مجلس شورا هست دیگه نمیدونم شهرداری هست فرمانداری هست و قصلا هازا نمیگن نه آریستو کراسی کوروش همین تو خودش داره میام بیان توضیح بدیم و ما از شواهد بیاریم که نه این آریستوکراسی کراسی این حکومت اشراف سالارانه نخبه گرایانه که مثلا فرد در اون طبقه متولد میشد در ایران هم یه ای دوره اینطور بود دیگه فرد مثلا در یک طبقه روحانیت زرتشتی متولد میشد خب معلوم بود شغل پدر رو ادامه میداد کس هم که کشاورز بود شغل پدر رو ادامه میداد کشاورز نمیتونست بیاد وزیر بشه این میشد آریستوکراسی اشرافیت سالاری و نخبه سالاری که البته مفهوم یونانی اون اشرافیت سالاریه یعنی وقتی من بچه, بچه به دنیا بیارم که خودم در طبقه مثلا کتاب دارم باشم جزء مثلا حالا کسانی باشم که در کتابخونه کار میکنم وقتی منم مردم بچه ای من میاد جای من رو میگیره قضیه از این قراره ولی ما در جامعه مدر که این رو نداریم یه کارگر میتونه بیاد وزیر بشه درس میخونه مطالعه میکنه وزیر میشه یک انسان سرمایه داری که اصلا کاری با سیاست نداشته مثل ترامپ میاد چهار سال رئیس جمهور بزرگترین کشور دنیا میشه از لحاظ اقتصادی و نظامی و سیاسی و حقوقی و قانونی و آزادی اینه قضیه این آریستوکراسی اینجا بردی نداره ما با, با مریتروکراسی کار میکنیم ما با تکنوکراسی کار میکنیم که من خیلی سعی کردم اینا توضیح بدم در این کامنت ها ولی خب نرود میخواهنی در سنگ به پر ادامه گفتاریشون رو وزیر میدونه مهندس میدونه پدر میدونه خودشون خودش فکر میکنه بچه داره فکر میکنه زن داره فکر میکنه الان خونه خریده ماشین داره فکر میکنه پست مقام داره متوهم وقتی میره می همه چیز متوجه بشه فرض کن من الان صوفی ام تو هم که داری برنامه نگاه میکنی غیر من زنگ زدی می آوسی کمکم کن مشکل مالی دارم من خدایگان صوفی میگم اوکی شب خوابیدی میام خدمت چون شب سر شیخ خوابیدی و من میام تو خواب چک میبیسم صد و دلار کاش میریزم تو حساب تو خواب چه خوش شدی؟ میری پای دکاریات میدی، پولات میدی، غرزات میدی، یه خونه میخلی، نور دریا، زیبا، خوش به جنگل، افاق، فلان اون دیگه اینجوری هشت ماشین و بعد هاش پول میدی، بعد هاش پول میدی، به, به زنت پول میدی، به خالت پول میدی، خوشحال، قدرتمند هفتش ست تا پون سر تا استخدام میکنی، خام خوشحال، بعد تو خواب خوش تو هم، عالی خیلی ممنون و اینقدر متوهمی نمیدونی که لحظه که از خواب میپری تو یک اتاق نشستی و یه دلار پول نداری و غذا نداری شب بخوری و اولین سوال تو ذهنت اینه یعنی تو اون خواب فقط به من پول دادن یعنی 150 میلیون دلار من رفتم در خونه صوفی گفتم صوفی ها کمکم کن فقط خواب بوده of course. بعد از مرگ هم دقیقا همین جوریه یعنی چشماتو که بعد از مرگ باز میکنی میفهمی پادشاه نیستی و توی یه اتاق نیستی و قضا هم نداری بخوری و داری خواب میبینی هزیان که داشتم میگفتن مپسش پسش این چنینه این شکلیه آکه اینه سآل کنه آخه مرد حسابی شما اون ور, اون رفتی دیدی هستن چند بار مردی خب این اطرافیان شما چند بار مردن اومدن گزارش بدن که آقا ما چشمون رو باز کردیم دیدیم توی اتاقیم و نون نداریم بخوریم اینه کرندیات عراجیف مذهبی رو ایشون میگیره به یک نحو دیگری درست آخوندواره بیانشون آخوندواره ولی به یک نحو دیگری به خورد افراد میده حالا اون میگه مثلا تشیع و امام و بهمان فلان امامان گفتند علی گفت حسن گفت صادق گفت این چنینه این نه صوفیان جای امامان رو گرفتن هر انسانی دوستان که در باب جهنم و بهشت برای شما صحبت کرد در باب آینده بعد از مرگ صحبت کرد بدونید اون انسان قصد فریب شما رو داره شک نکنید قصد فریب شما رو داره اگر چه پدر چه مادر باشه خب چه آخوند باشه چه امام باشه چه معصوم باشه چه پیامبر باشه قصد فریب شما رو داره هیچ مبنای اقلانی هیچ مبنای استدلالی پشت بیانات این فرد نمیتونه باشه جز خرافات و جز چرندیات البته این همین بود همین فرده که میگه در یک دنیای موازی خورشید از یخ این عبارت خودشون دارم دارم ادایشون رو در میارم از یخ درست شده این خیش هم میکشید تشدید روی خیم میذاشت این جای تعجبه بعد این رو بگم در فرقه ها در این مکاتبی که میخوان اد افکار افراد رو باسازی کنن و از نو بسازن نمونای اون مختلفش در این ارفان و در این خود جمهوری اسلامی هم میبینید بسیار زیاد در مسیحیت هم این رو داریم مثل این شاهدان یهوه دقیقا به همین ایده پیش میرن ببینید دوستان بس اینجاست از گزاره های استفاده میکنن که فرد میدونن که فرد مقابل تا حدی اینها رو میپذیره به راحت اینها رو تایید میکنه تمام کسانی که مسلمان بودن خب حالا شدن ریستارتی خب اسلام،, اسلام رو کنار گذاشتن اگر بپذیریم که اسلام رو کنار گذاشتن خب معلوم اینا به جهنم بهش اعتقاد دارن که تصوف و عرفان هم که بحثش همینه این در, در کالبد خودشون اینا گیر کردن یعنی اینا تن رو یک زندان میدونن که میگن ما باید از این زندان در بیایم به, سو... به سوی حق تعالی بریم بحث کلی عرفان اینه از این روی شما در عرفان چیزی به نام علم و دانش و فهم و استدلال و به قولی استقرا و قیاس و بهبود وضع جامعه و بهبود زندگی انسانی که نمیبینید اگر قرار بود اینها به بهبود وضع جامعه بپردازند یک قسم مهم این قضیه اقتصاد اینا بعد یک تئوری اقتصادی میدادن که آقا بعد اینطوری مبادله کرد اینطوری بعد داد و ستد کرد اینقدر بعد ضرب سکه کرد خب نداره. از اینو کاری با بشریت ندارن اصلا عرفان چیز انسانی نیست که صوفیگری چیز انسانی نیست یه سری انسانی دور هم بودن یه فرقی تشکیل دادن آقا بیاین صحبت کنیم با هم دیگه ما با تولی برسیم این استراب خودمون رو کاهش بدیم این تنش خودون رو کاهش بدیم فقط کارشون همین بود اونم هم با چی با گوشه نشستن بر سر پوست خوابیدن و پشمین پوشیدن حالا این مدل شده با کت و شلوار در یوتیوب میگم تغییر کردیم تاریخ صوفیگری شده نماد سرمایه داری 150 هزار دلار پول بدیم به یه نفر تو خواب و اینها مثال ها هم تغییر کرد تا صوفی اصلا همچین مثال هایی نمیزنن که درویشیگری شما بعدی کاسی گدایی در دست بگیر بری در خیابان علی علی بری پول بگیر از مردم بعد این پول رو بگیری بری بدی خانقا از خانقا هم پول بیشتری بگیری بابت که این پول برکت داره این پیشیوه درویشیگری یعنی طرف هم خرو می‌خواد میخواد هم خورما اینا میگن ما نه ما باید زندگی خیلی خوبی داشته باشیم هم باید صوفی باشیم یعنی اون پشمینه رو باید کنار بذاریم باید تفکراتمون همون باشه ولی باید لپتاپ داشته باشیم موبایل داشته باشیم بعد اقتصاد بعد چرخش به چرخه ما باید بتونیم سرمایه گذاری کنیم در بورس بریم بیت کوین بخریم فلان بخریم بهمان بخریم خب مرد حسابی خب اندیشه مدرن که این خواسته خواسته ها رو داره خواستگاه اندیشه مدرن که این چنین فکر میکنه نه که اون عراجیف عرفانی و درویشی و تصوفی که هیچ پای مایی در عقل بشری هم نداره حالا سوال میکنیم از خودتون حتما همه سوال میکنیم که چرا قرب پیشرفت کرد آقا چرا ماها این همه بدبخت شدیم در دل تاریخ چون تاریخ ایران رو که مطالعه میکنین در یکی دو دور مثلا حالا کوروش و شاهان خامنشی و ساسانیان و اشکانیان و تو این بازی زمانی میبینیم حالا در بعد از اسلام شاید سامانیان مثلا یه خورده جالب باشه ولی میبینید که آقا دیگه دیگه جاهای اصلا رو به انحطاط رفته این تاریخ کشتار رو توی کرمان سی, سی هزار چشم در بیار و این گردن این شهر رو میزده و, می زده و کودتا و اشرف افغان حمله کرد کسی نبود حتی جلوی این بیسته و اسفهان رو گرفتن و فتح تهران و مجلس رو به توپ بستن و به دست یک انسان قریبه و این داستان ها دوستان چرا دلیلش چیه چرا غربی که قرون وسطا داشتن تو شلاق می‌خوردن زنان زنده به گور می شکنجه میکردن آزار میدادن بعد این همین بدبختی که ممکنه بخوایم تصور کنیم هزار مرتبه از تاریخ ماست در تاریخ غرب اون جنگ های حالا پروتستان و کاتولیک که زنان رو اینا زنده میذاشتن روی دار خب زن حامله رو با شمشیر میزدن که بچهش از تو بیرون خیلی میخوام اینطوری حالا خیلی وحشتناک این تصور این قضیه ولی خب میخوام بگم که اونها کجا ما کجا ولی از این دوره میبینید که اینا پیشرفت کردن خب چرا اینا پیشرفت کردن جای سواله یعنی یک انسان ایرانی که میگه من اهل اندیشم من تعقل میکنم من به عمق زبان و فکر و تاریخ و اینها میرم ولی خب سوال کنه خب چرا این چنین شد چرا ما با اون پادشاهی های بزرگی که این رو صادر میکردیم اون تمدنی که داشتیم وضعمون شده جمهوری اسلامی ولی کشورهای مثل آلمان که شاید تاریخ مدونی که داره 500 900 سال هزار سال یک دوری هم که اینها همه زیر دست کلیسا در روم بودند ایتالیا نمیدونم دیم اسپانیا دیگه انگلستان فرانسه آلمان کشورهای از این دست به خاطر اینکه اینها از اون مبنای عرفانی تفکر عرفانی جدا شدن چون گفتن که این تفکرات عرفانی چرندیات بی سر و تهه کار ما رو را راه نمی‌اندازه این زندگی واسه ما درست نمیکنه هر کی میخواد داشته باشه داشته باشه ولی این مایه خوشبختی جامعه نمیشه که وقتی جامعه هم خوشبخت نشه اون فردم خوشبخت نمیشه وقتی اون فردم خوشبخت نشه مطلقا جامعه هم خوشبخت نمیشه بس اینجاست از روی بریدن اینا رنسانس صورت گرفت اینا به گذشته آقا ببینیم قدیمی ها چیکار کردن شروع کردن ترجمه کردن از دل این رونستانس یک روشنگری پدید اومد که گذاشت کنار مبنای تعیین درستی و غلطی یک گزاره شد عقل انسان تجربه انسان و فهم انسان و گفتن آقا انسانی که میاندیشه نه این چرندیات عرفانی ای گوشه بشینین حالا خدا میرسونه خدا چی میرسونه آخه تا اون سیاه اومد همه رو درو کرد برد خدا چیکار کرد که اتفاقا این تاون سییا در غرب خیلی تاثیر گذاشت روی اندیشه اینها ولتر و کسانی مثل ولتر خیلی روی این تاکید کردن که جای خدا در این تاون سییا چه بود که اومد جمعیت رو نصف کرد حالی آقا نشسته میگه آقا دانشمندانی که دارن واکسن کرونا کشف میکنن درست میکنن میزنن میخوان جامعه رو درست کنن اون اقتصاددانی که میخواد بیاد بعد از این واکسن یک برنامه اقتصادی به چینه و راهکار بده اینها متوهمن اینها هزیان میگن ولی یک انسان شیادی مثل این آقا داره درست میگه دوستان کلاه خودتون کنین این قاضی یعنی بعضی وقتا انسان باید انصاف داشته باشه که گرچه این آقا واکسنش هم که زده آقا در امریکاست دیگه در امریکا من هر کی سراغ دارم زده این آقا مطمئنا رفته توی صف که بزنه با هول و ولا هم رفته دوستان با عجله هم رفته باور کنیم اون زمان که ایشون گفتن آقا بیا واکسن بزن با عجله رفته دویده رفته خب برسه آقا کم نمیاد دور واکسن سه بارم از اون پرستارا تشکر کرده ولی چی همه متوهمه ما داریم درست میگیم آقا چه کردی شما داری درست میگی یه سری الفاظی که در دل تاریخ بوده اووری داره چرم مثل توتی اینا رو تکرار میکنی آریستوکراسی 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 کوروش 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 جرأت خودش اگه داره اگر این طرفداران ایشون جرأت دارن بیان اینجا صحبت کنیم آقا چقدر از کوروش میدونن آقا شما چی میدونی ما نمیدونیم شما چقدر هرودوت رو خوندین که ما نخوندیم شما گزنفون رو چقدر خوندین که ماها نخوندیم من همیشه این رو میگم کوانتوم فیزیک به پردازیم برقش می تا کجا میره وسط خواب بودی خواب اپوزیسیون روی استارت زدی کنار صفحاتش رو بستی به قدرت رسیدی وقتی چشت با میکنیم یه قدرت اصلا روی استارتی هست و کلن رو هوایی چه قدرتی دوستان داره دروغ میگه قدرت شماها کجا بود یه فرقه است یه فرقه ای که از واقعیت منقطع شده و مقلد در درون شده بیانی که استاد پرهام میگه کجاست قدرت شما ها تو صفحات شما رو ما نگاه کردیم دنبال کردیم جزی سری توهمات به طور مثال دوستی بود دوست عزیزی بود از همین دوستان ریستارتی برای من یه لینکی فرستاده بود در با سوسیالیسم ایشون صحبت کرده بود باورتون میشه دوستان عزیز که ایشون در باب نقد سوسیالیسم پنج خط الا شیش خط نوشته بود پنج الا شیش خط در باب سوسیالیسم یکی از بزرگترین تزهای اقتصادی دو اخیر پنج خط صحبت کرد بخواست نقد کنه یعنی اگر توی توییتر میخواست این رو بذاره فکر کنم خطوط بیشتری میتونست بنویسه و از اون مقاله ای از لیدر ریستارت محمد حسینی این قدرت شماست جل و جلکاری و حماقت و اینها این قدرت شماست بعد میگن که بله 99 درصد از مردم جامعه متوهمه این جناب بالی میخوای بگی که از اقتصاددانه های دانشگاه برلین خیلی بهتر مثلا سوسیالیسم رو درک میکنی و میتونی نقدش کنی تا خجالت بکش واقعا یعنی جای تعجب واقعا اصلا آدم سرگشته میشه وقتی با این حجم از چرندیات برمیخوره قدرت ما ما رو سانسور کردن آقا چی رو تو رو سانسور کردن تو در وی اوی که رفتی در کانال یک شهرام همایون که رفتی در مناتو که رفتی با شب... شبکی کلامی که مصاحبه کردی تو خجالت داره واقعا میگه ما رو سانسور میکنن این شد یه مد شده دیگه میتونید یعنی برای اینکه بخوان یک مشروعیت به خودشون ببخشن جدیدا مد شده که بله ما رو سانسور میکنن به راحتی حرفا رو میزن ما رو نمیذارن ما کار کنیم بعدش اومدی شروع کردی به چرت و پرت گفتن و چرندیات گفتن خب معلومه مدیر شبکه هم اگر من باشم حاضر نیستم جناب علی صحبت کنیم چون نمیخوام بینندهای خودم از دست بدم اتفاقا و اتفاقا مردم ایران در حال حاضر به بالاترین میزان شور و فهم و درک و تعقل و تفکر رسیدن چون ما برگشتیم به قرون وسطا دقیقا داریم اون مسیر اونها رو داریم پیش میریم یعنی برگشتیم در موقعی که خمینی اومد ما رسیدیم به قرون وسطا همینطور ما حالا اونها صد سال صد سال تجربه میکردن ما ده سال ده سال تجربه میکردیم الان رسیدیم به قرن 18 فرانسه و آلمان و انگلستان دوستان نزاع بین سکولاریزم و مثلا حالا اون حکومت الهی یا تئوکراسی دقیقا مردم آگاه شدن از این روه میلیون ها ایرانی حاضر نیستن که یه شبکه رو بزنن مثلا بخوان نگاه کنن یا یه کسی مثل ایشون بیاد صحبت کنه بگه بله ما آریستوکراسی کوروش رو میخوایم بیاریم ما دموکراسی اعتقادی نداریم در بیانات ایشون هست در سایتشون ما به دموکراسی اعتقادی نداریم، آریستوکراسی کوروش فقط راه نجات ماری استارت است خب معلوم یارو میخنده یا ما شرکت دیگه نگاه نمیکنن دکترای علوم سیاسی میارن صحبت میکنه یک خورده کجروی که داره توی بیاناتش سری بهش حمله میشه به مدیر شبکه حمله میشه به مدیر برنامه حمله میشه به مجری حمله میشه شما به چرق این فرد رو بردین که بخواد این عراجیف رو توی یک رسانه عنوان کنه کاری به جای میرسه که شبکه ایران اینترنشن مریم رجوی رو یک ساعت پخش میکنه کار به جای میرسه که می... میان دیگه ب... اسخای نمیتونن بکنن ولی میان میگن که آقا یه جایش مثل که اشتباه بود چون مردم ناراضی شدن میان مناظره برقرار میکنن که آقا بیاین صحبت کنین که آقا چرا ما اشتباه کردیم که بیانات این خان رو پخش کردیم بعد میگن ما چرا سانسور میکنیم تو همه شبکه زمانی بوده ولی خب به خاطر اینکه آقا اهل اباطیل بودی اهل عراجیف بودی کسی رو شما راه نمیده میاد واسه چی بیاین الان من همین الان من حاضر نیستم شما رو دعوت کنم که بیان یک ساعت توی کانال من صحبت کنیم باور کنید من حاضر نیستم کی حاضر دوستان کی حاضر ایشون بیاد مثلا توی کانال تلگرام یک ساعت صحبت کنه خب جز چرت و پرت گفتن چیزی نداره بگی که شما میخوابید روح از بدنتون خارج میشه آخه این مرد حسابی من تجربه کردین این رو از کجا این رو در که وقتی انسان میخوابه روح از بدنش جدا میشه میرسیم بهش الان دوستم. بپردازیم به دامه این قضیه متبهمی از بعد از مرگ هیچی نمیدونه هیچ کس در کره زمین نمیدونه هی... البته خب منم اعتقادی ندارم من که سراحتا میگم بعد از مرگ یک چیز شیادان است بعد از مرگ از ترس ما نسبت به مرگ میاد ما انسان ها به خاطر اینکه از مرگ میترسیم و مرگ پیش روی ماست ما میایم برای مرگ فلسفه ای درست میکنیم یک دینی درست میکنیم یک فهم جدیدی درست میکنیم به نام جهنم و بهشت دنیای پس از مرگ و فکر میکنیم که حالا بعد از مرگی هم یک زندگی دیگه جاری و ساریه حالا دی مثلا اعتقاد دارن چیزایی از این دست من اعتقادی ندارم چون تفاوتی از لحاظ فیزیولوژی بین انسان و میمون نمیبینم حالا مغز انسان خود بزرگتره میتونه ساختار اجتماعی و سیاسی پدید بیاره و میتونه اخلاق و حقوقی رو اعمال کنه در زندگی خودش اگر اعتقاد دارین که سگ و گربه و نمیدونم اینا باکتری و ویروس و اینها هم به بهشت و جهنم میرن ها شاید بشه روی بحثی کرد که انسان چرا نره یا انسان چرا میره ولی اگر شما میگین که فقط انسانه خب انسان اشرف مخلوقاتی که اونی گفتمان دینیه یعنی بعد استدلال‌های اونها رو بیارید که مطلقا هم در دین شما استدلال در این باب نمیبینید یک مبحث روحه که روح هم همونطوری که در قرآن اومده علمی در دست ما نیست یعنی خود قرآن صراحتا میگه از محمد سوال میکنند در باب روح به ما بگو میگه علم روح نزد خداست به شما جز اندکی داده نشد یعنی شما چیزی از روح نمیدونید یک سری مباحث فلسفیه که از ارسطو افلاطون شروع شده حالا از گذشتگان تا دکارت میاد از بعد از دکارت هم که باش خیلی مخالفت میشه مباحثی که دکارت در باب روح مطرح میکنه که من خودم توی مباحث اصلا صاحب رایم چون فلسفه ذهن رو یعنی فلسفی اف رو اونقدر خوندم که بتونم در این باب صحبت کنم نظرات فیزیکالیسم و کارکردگرایی و رفتارگرایی و،, و دوالیزم یا اصطلاحا اون مپسی که دکارت مطرح میکنه که میگم جای گفتگو تخصصی در این گفتمان نیست وگرنه حتما در این باب صحبت زیادی داشتم یعنی چیزی جز این است پایه هم در فلسفه مدر علم مدرن هم نداره به کار ما هم نمیاد یعنی شما چه بگی انسان روح داره چه نداره فرق نمیکنه اون قرص دیاسپان میره عمل خودش رو انجام میده اون قرصی که مهار باز جذب سروتونین انجام میده خب قرص ضد استرا ضد افسردگی اینها کار خودشون انجام میدن اون قرص هایی که ده ده باعث مهار باز جذب مثلا دوپامین میشه کار خودشون انجام میدن حالا شما هی انسان روح داره واسه یه دانشمند واسه یک روان پزشک مهم نیست که روح باشه نباشه مهم که قرص کار خوش رو انجام میده مباحثی که توی تئولوژی یعنی آقا میگم در مقام یک آخند، یک روحان، روحانی داره صحبت میکنه نباید گول کروات این فرد رو خورد از این رو اصلا متنفرم از پوشیدن کت و شلوار و کروات هی دوستان میگن چرا جوری دور میمیری کت و شلوار و کروات نمیپوشی میگم خوشم نمیاد من همینم که هستم دوستان میخوام بپذیرم میخوام نپذیرم با این لحن و با این بیان با این شیوه صحبت کردم حسی که حالا یه ماشوی خورده دست کشید و یه دونه به قولی ده ده پارچه توی جیبش گذاشته و دستشو اینطوری اونطوری میکنه جلوی دوربین قرار گرفته این دلیل نمیشه که انسان فهمیده ایه اتفاقا احتمالی افرادی که میان کروات میپوشن شروع میکنن به چرندیات مذهبی گفتن در باب روح و جهنم و به صحبت کردن احتمالش میشه خیلی زیادتر اینا شیاد و کلاهبردار باشن تا یک آخوند چون این آخوند دوستان تکلیفش به خودش روشنه میگه آقا من آخوندم لباس روحانیت لباس رو خودش میگم پیغمبر لباس پیغمبر تن منه خب معلومه از من شما اقتصاد و سیاست و دیگه به قولی حقوق بشر و حقوق انسانی و فلسفه مدرن و فیزیک و اینا نخواین من چرت و پرتایی که حالا پیامبران در طول تاریخ گفتن و به یه نحوی میخوام بیان کنم که شما بفهمید کشیش ها هم تکلیفشون این چنین. این قضیه باید خیلی حواس بود گاهی اوقات ما این خطای بسری داریم من چون فکر میکنیم طرف کروات پوشیده هر حرفی رو بزنه نه چون لباس مدرن پوشیده پس احتمالی که حرفاش مدرن باشه خیلی زیاده حالا راه افتادن اینا در یوتیوب من اینش خیلی جالبه کامنت میذارن تمام حرف این آقا با علم سازگاری داره شما نمیدونی تو خب مرد حسابی خجالت بکشتی خب باز کنی خورده کتاب بخون وقت بذار به جای اینکه آدم سرش همش توی این موبایل باشه توی اینترنت باشه بقیه چی گفتن یه چهار تا کتاب آدم بره از اینترنت دانلود کنه اینا رو باز کن توی کامپیوتر خودت توی لپتاپ خودت توی گوشی خودت مطالعه کن آقا توی طول تاریخ این روح چه دگرگشتی داشته دکارت چی گفته آقا هیوم چه نقدی به دکارت داشته جان لاک چی گفته مباحث مدرن راسل چی گفته نمیدونم این حلقه ویانیا چی گفتن فلاسفه اگزیستانسیالیست چی گفتن این روح قضیهش چیه هیل در باب روح چی میگفت خجالت بکشین اینترنت که هست فضای باز اطلاعاتی هم که در بخشی از رسانه های فارسی هست شما تو یوتیوب بزنی کلی مبحث میاد با روح سازگار کدوم روان پزشک همچی حرفی رو زده کدوم کسی که علوم اعصاب خونه چی حرفی رو زده کدوم کسی که نورولوژی خونده اومده گفته آقا بله ما روح رو میگیریم اینطوری میکنیم اینطوری میشه فلان اتفاق در روح میفته جزء سر انسان شیاد مثلا بعد میگن که بله همین متوهم هم متوهم خب من روح یه چیز هزیانی برای من اندیشه یه پنج 5000 سال 6000 سال پیش از تداخلی که انسان بین واقعیت و خواب میدیده روح پدید اومده چون طرف میمرد و حالا حالاتش میومد توی خوابه مثلا همسرش گفتن روحش اومده این روح از اینجا تجلی پیدا میکنه در دل تاریخ که دستخوش بسیار تغییر ها میشه یه جای دیگه علم وارد میشه و این روح رو کنار میزنه این داستان ما دوستان دیگه باور کنید که اوقات میگم زبانم مو در آورد انقدر اینها رو گفتم رایفی پورم هم دقیقا همین چرت و پرت ها رو به نحو اسلامی میگه حالا این از خودش در میگه صوفیا که گرچه جوعت هم میکنه اسم صوفیا رو بگه حالا یه معروفاشون مثلا مولانا رو میگه عطار رو میگه حلاج رو میگه که اینها هم که بخواید نگاه کنید بیشتر تو زمین ادبیات حالا غیر از حلاج حالا معطار و اینها که بیشتر تو زمین ادبیات کار کردن تو زمینه معرفت شناسی و هستی شناسی مثلا مثل فلسفه حالا عرفان و فلسفه تصوف و داستان ها مثل ابن عربی ولی اینا رو میگه صوفی 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 الان صوفی حال حاضر که خیلی بزرگی که همه بعد بهش تعظیم کنن و خیلی انسان مهمی همه بعد بهش گوش کنن کیه خب معلوم محمد حسینیه دیگه پیغمبر مدر این به مرحله هم میرسه یه, دی... یه خط دیگه است که بگذره دا پیغمبری میکنه بله آقا به من وحی میشه حالا روش میشه بگه خب میدونی که یه حرف سنگینه به من وحی میشه که هستن این شالاتان های عرفان های نزهور اینا هستن دا پیغمبری هم اوقات میکنن یا یعنی ما وحی میشه یعنی ما یه حالات میاد آگاهی واسه ما میاد شهود واسه ما میاد یعنی خودش معادل با وحیه همون مدلی که واسه پیامبر اسلام اومده همون مدلی که واسه عیسی و موسی و اینها اومده هیچ دینی از کره زمین وجود نداره که از بعد از مرگ در میشه باشه میلیارد جمعیت هیچ کس در جریان نیست الا ریستارتی ها الا این برنامه ریستارتی که داره توضیح میدی که کسانی میتونن تو رو بعد از مرگ کمکت کنن و از خواب که بیدار شدی کش پول واقعی بد بدن که یا یتنن یا سه یا پنجتنن تنن یا هفت تنن یا چهل تنن و یا سی تن خوش آمدید به خیال و قیاس و گمانی که صبح تا شب توشی و نمیخوایی بفرمید خوش آمدید که به برنامه که ما جز خندیدن راهی نداریم چرا میخندیم؟ برای اینکه هی میخوایم به تو بفهمیم دنیای بعد از مرگ و اگه میخوای بعدی این استارتار رو گوش بدید و تو فرار میکنی صفحات با می ما رو میبندی و فش میدی ما میخوایم تو رو نجا ببینید دوستان آخوند که گفتن نگه خوش داره در میاره خب صفحات ما رو میبندین گوش نمیکن دنیای پس از مرگ خب آخونده مگه چی میگن بیان توضیح بدین من خیلی میگم خیلی دوست دارم اینها بیان دو ساعت با هم صحبت کنیم یک ساعت من یک ساعت من این دوستان رو نیم ساعت من یک ساعت من نیم... اینو صحبت کنم اشکال نداره بیان صحبت کنیم که آقا دنیای پس از مرگ که شما میگید چیه از کجا اومده نه غیر از این که برین دست کنین تو قرآن و توی تورات و توی انجیل و توی میگم توی گاتاها و توی این, توی این کتاب تو اون کتابی سایه در بیارین ما بدین بعدم صحبت که میکنه بله آقا ما سکولاری ما اصلا سکولار فکر میکنیم ما تعقل میکنیم آقا چی تعقل تعقل چی تفکره این چه سازگاری با مدرنیته داره یه انسانی که میدونید که بخش از تفکرات این فرد هم به خاطر این میادی مدت در قبرس خودش اعتراف میکنه واسه یه سری کانال های مسیحی کار میکرده من ندیدم کارایشون در قبرس رو که واسه مسیحی هم ولی خودش رو کار میکردم اعتراف خودشونه چرندیات مذهبی هم که میگه از اینجا میاد یه خوردم تنش به تن اینها خورده از این رو تو میکنه انسان کامل و اینها رو که نمیدونه از کجا میان دوستان بس, بس انسان کامل من گفتم از فسوس الحکم ابن عربی میاد بس انسان کامل رو مطرح میکنه و میگه تو هر دوره ما انسان کاملی داشتیم تا مثل محمد محمد هم شروع میکنه مال کشیدن بخونید کتابش رو ما توضیح بده آقا. این زن زیاد داشته مثلا اهل زنبارگی اون داستانی که میخواد توضیح بده میگه بله نه به خاطر جنس لطیف بودن و به خاطر اینکه زن گوهری از خداست و میخواست گوهر خدا رو به چنگ بیاره و این چرت و پرتا تا مرد حسابی شوهراشونو میکشه زناشونو میگرفته خب این چه د د خدا این وسط بود آخه شوهر طرفاشو کنجه میکرد زنش صاحب میشد قضیه خیبه این چیش مثلا عرفانی این چیش خیلی جالبه این چیز خیلی انسانیه جز ناانسانی انسانی و پلیدی و غیر اخلاقی بودن من چیز ذریع نمی نه مثلا مالکش بوده این ابن عربی قضیه اینم از این داستان پس از مرگ روح همه مشکلات ما حل شده ما بچسبیم به شناخت پس از مرگ اینه بودا حرف قشنگی میزنه دوستان میدونید که بودا خب خدا اعتقادی نداشته میگه که مگر تو این دنیا رو شناختی که حالا بخوای دنیای پس از مرگ رو هم بشناسی با ما تو نون شب خودمون موندیم فعلا خب حالا این به فکر شام عروسیه میدونی قصی از این قرار ما تو همین فهم عمومی خودمون توی تاریخ و اقتصاد و سیاست و فلسفه و علوم اجتماعی و روانشناسی و چه میدونم اینا موندیم توی علم معمول خودمون موندیم هی میخونیم میگیم بابا سنگین ما نیاز به اطلاعات بیشتری هست بعد این آقا میخواد ما رو ببره توی زندگی پس از مرگ تازه به ریستار. چون شما باید رو بیاری تو پس از مرگ اینا بیان شما رو شفاعت کنن همون بیان یه آخوندیه که میگه واسه حسین گریه کنین که سر پل سرات سرات چیه این پل افسانه ای. اونجا میاد تو رو شما رو شفاعت میکنه میاد مانع میشه شما رو بگیرن پرت کنن توی جهنم بعد ما میشیم آخوند یا آقا میشه سکولار متفکر قصه از این قراره دوستان ببینید اندیشه ما ایرانیان ها اینقدر رو به زوال رفته که این میشه دماد تفکر ریستارت همه هم تو تاریخ یه بودن شما اسم هر انسان بزرگی که میبینید طرف میاد اعتراف میکنه آقا من مثلا دویتیوم خب باید به دین اعتقادی ندارم به خدا اعتقادی ندارم بله آقای ریستارتی بوده اندیشمندان بزرگی تأثیر گذار توی تاریخ بودن همه ریستارتی بودن همه از ما بودن مثل این داستان شیعان میمونه دیگه سعدی رو شیعه میکنن نمیدونن فردوسی رو شیعه میکنن حافظ رو شیعه میکنن البته نمونه از این هم ما در مثلا قوم گرایان هم داریم مثلا این افرادی که خیلی قومگران گران مثلا پانتورک ها اونا هم میان همه رو ترک میکنن آقا مولانا ترک بوده و دیگه من حتی برنامه میدیدم اعتراف میگن بله مولانا ترک بوده خب مولانا رو ترک میکنن ابن سینا رو ترک میکنن فردوسی رو ترک میکنن اینو ترک میکنن این همین هم داستان واقعا گرفتاریه واقعا گرفتاریه هم خنده داره, هم از یک جای واقعا گریه داره بدیم دری میری ما پول بریزیم به حساب کش تو فرار میکنی تو <تصفح> فرار یه مثالی هست دوستان من این رو عرض کنم ما بینید کلام ایشون که می‌داره میگه داره می دار فرار میکنه خیلی جالبه میگه ما را به خیر تو امیدی نیست شر مرسان یا عزیز من تو جز شر و بدبختی چیزی واسه ماها نمیاری خب پول پولم که میکنی به خاطر اینکه خودت نیاز به پول داری میخوای به منافع خودت برسی منافع خودت هم برسی باور کن قدرت دستشو بگیره 100 هزار مرتبه سر امثال من روزی رو آب میکنی خودش داره میگه دیگه میگه بله آقا شما که توی استارت نیستین احمقی دیگه. میگه دیگه گوساله گاوید بزغاله دو اینا اصلا همتون میگه میره جلو بعد خودشو مقایسه میکنه اصلا با شاستر رضا پهلوی آقا ما ندیدیم آقا بیارین خب بیارین آقا یه جایی که ایشون رفته باشه پشت تریبون گفته باشه که این حتی توهین نمیکنه به خامنه خمینی آقا بیارین یک بار که ما ببینیم که مثلا گفته خامنه بزغاله است خمینی بزغاله است نمیکنه توهین نمیکنه حتی بهش ایراد گرفته بودن گفتن که آقا شاید توهین نمیکنید آقا من تربیت پدر من این چنین نبوده پدر من زمانی هم که توی پاناما بود مصاحبه میکرد پدر من زمانی که توی مصر بود مصاحبه میکرد فوش نمیداد توهین نمیکرد به خمینی که راستم میگه امکان نداره شما در بیانات این شاه فقید ببینید بار توهین کرده باشه به اینها یک بار در قوم میره میگه شما همچون کرمهایی هستین که دارین توی لجنزار خودتون میلولید یک بار من شنیدم و دیدم حالا توی این کتاب که خوندم اصلا اهل توهین نبود این آقا شما شما نمیفهمید ویلکام تو صد و برنامه ی اصال ویلکام مای فرند و خواب یعنی خواب برادر من در دلم کنم جست جوی تو در دلم کنم جست جوی جان 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 از همه جهان بیگ شکل هم برد سوی تو از صبح تا شب واسه شما اهل تصوف توضیح دادی که مرگ و خواب یعنی خواب برادر مرگ تا اون جایی که من در ادبیات فارسی دیدم در مثال ها دیدم گفتن ترس برادر مرگی یا مرگ برادر ترس این کردش خواب میگم دوستان این دلیل داره این دیگه توضیحی باید بده خواب برادر به قول مرگ چیه ما اینو نمیفهمیم بیا بیاد توضیح بده میام شیادی و شالاتان اینجاست ترس و مرگ بود نه خواب و مرگ موضوع رو متوجه نشد یعنی همه انسان ها وقتی که میخوابن میمیرن بلا استثنان یعنی هیچ انسان در کره زمین نیست که بخوابه و نمیره دروغ میگه دروغ بیاساس مرگ یک ساختار فیزیولوژیک داره فیزیولوژی انسان هاست وقتی به مرحله برسه که مغز از کار بیفته و قلب از کار بیفته و اون علائم حیاتی از کار بیفته میگن طرف مرده این دیگه فکر میکنم با عقل سلیم پذیرفته باشه نیاز به سند و مدرک نداره الان دوستان شما میرین بیمارستان میان میگن علائم حیاتی فرد مثلا کمه بعد سعی میکنن این رو بالا بیارن و نمیتونن و فرد خب علامه علام حیاتی صفر میشه بعد شما چی میگی میگی این زنده است خب میگی مرده خب دیگه وقتی فردم میخواب به شما بهش میزنین بیدار میشه میگی مرده است خب میگی نه این زنده است این چیز بسیار ساده که هر با عقل سلیم یا معمولی رو متوجه میشه این تغییر دادن واژگان این مباحث احمقانه رو پیش کشیدن میگم یک هدف داره تحمیق کردن طرف مقابل که البته به فرد مرحله میرسه شما 183 کلیپ گذاشتین به مرحله رسیدین که هر چرندیاتی که بخوایم بگین یه عده هستن از شما طرفداری کنن من دیدم این رو واسه من کامنت میذاشتن طرفداران ایشون جالب گاهی اوقات این جزئیات میتونه خیلی از مباحث رو روشن کنه میگفت من کاری ندارم که سید منظورش آقای حسینی بود درست میگه یا اشتباه میگه ولی تو منظورش من بودم تو همیشه اشتباه میگی تو اشتباه میکنی جو خیلی حرف جالبیه یعنی من کاری ندارم که طرف مقابل چی میگه درست میگه اشتباه میگه واسه مهم نیست ولی تو داری نقدش میکنی اشتباه میکنی این نشون میده که هیچ جایگاهی اون فرد نه برای اقلانیت قائله نه برای انسانیت قائل نه برای تفکر انسانی قائله یعنی هیچی هیچ. هیچ جای بحثی به هیچ عنوان نمیمونه اینجا بحث اون هم اینجاست کسی نیست که بخوابه و نمیره یعنی کسی که خوابه مرده آقا این دو واژه متفاوتن شما خواب رو نمیتونی برابر با مردن بذاری خواب یه چیز دیگه است یه ساختار دیگه است مردن یه چیز دیگه است آقا من دویدن رو نمیتونم با خوابیدن برابر بذارم من نماز خوندن رو که نمیتونم با ورزش کردن برابر بذارم آقا دو چیز متفاوت عملکرد اینها متفاوته مصداقی که برای اینها داری متفاوته بحث من اینجا سال دوستان میگن سندش کو جالب واقعا به من که میرسن این طرفداران سینوچاک این آقا همه منتقد میشن همه ریزبین میشن همه عاقل میشن همه به قولی شکاک میشن ولی به این آقا که میرسن خودشون سوال نمی که آقا آقای عزیز ما تو رو قبول داریم بگو صحبت کن از عرفان بگو از وحدت وجود بگو از مولانا بگو شعر بخون اوکی حله ولی خب دیگه اباتیل نگو دیگه خب دیگه خواب کجا مرگ کجا آخه مردن انسان کجا خوابیدن انسان کجا حتما میمیره چرا میمیره برای اینکه روح انسانی ازش خارج میشه اگر انسان باشه روح انسانی داره اگر نباشه روح حیوانی یعنی نفسی که میگن تو جگره روح حیوانی توش از جوادی مردم و نامی شدم یعنی تخمی بودم جامعه تبدیل شدم به گیاه گیاه تبدیل شدم به حیوان با خوردن حیوان حیوانی که من را خورد خدا یا من را نصیب به بعبعی کن سلطان جنگل جنگر شیره بله بعبعی من را بخورد. چرا چرا اگه باهوش باشه این گیاه باهوش باشه صبح تا شب دعا میکنه که خدای من نصیب بعبعی کن آقا یه چوپانی از یه رد میشه منو بخوره چرا چون میدونه به ابدی خوراک انسان میشه و به انسان تبدیل میشه و بعد میتونه مرحله بعدی رو پاس کنه پس تلپاتی هیپنوتیزم یوگا مطالب علمی که تازه دانشمندان احمد کارهای زمین رسیده بله بله دانش پرانی که درصد احمقه خب ایشون خودشو و خانوادش میپرن میرن جلو این درمانگاه ها جلو این مرکز واکسن زدن دوستان آسینی بده بالا واکسن بزنم عرض کردم که بدو بدو هم بیگه واکسن من برسه سرش درد بگیره واقعی که بلای سرش بیاد خب اگر اون مطب دکتر ساعت هشت صبح باز کن ساعت هفت صبح اونجاست اتفاقا من آدم اینطوری زیاد دیدم در زندگی خودم اتفاقا خیلی با این افراد خوب مواجه شدم اون افرادی که میگن پزشک به درد نمیخوره درمان به درد نمیخوره دارو به درد نمیخوره داروهای طبی سنتی اون داستان ها باور کنید دوستان یه بلای سرشون میومد خب حراس دکتر رو از افراد دیگه بیشتر داشتن اینش خیلی جالبه به این نکته خیلی توجه کنید دانشمندان احمق بله همینا هستن که واکسن دارن تولید میکنن دانشمندا همونایی ان که میان به قولی ریاضیات رو به عرصه ای میرسونن که میشه با ویدیو ضبط کرد این ویدیو که ما داریم میبینیم خب به زبان ریاضی داره ضبط میشه به زبان ریاضی داره انتقال پیدا میکنه این همون فیزیکدانیه که میاد به واسطه یه علمی که داره مبانی ترانزیستور رو مینویسه اون مهندس الکترونیکی که میاد کامپیوتر طراحی میکنه می احمق اینا ولی شما میفهمی چه فهمی آخ روح حیوانی روح نباتی این رفته اینجا خب چرا از کجا آورد آقا کجاست اینا؟ مگه نمیگین آقا عقل و استدلال و تفکر و علم پرسش معرفت شناسیه که شما از کجا فهمیدی یک انسان دارای روح نباتی است حالا روح حیوانی است و روح انسانی و از کجا فهمیدی که این روح خارج میشه خب این مبنای باید داشته باشه واسه این مثل اینکه من بگم در عمق این اقیانوس هند یک سیاره هست دوستان به اندازه شهر مثلا اصفهان سیار است شما از من سوال میکنی آقا تو اینو کجا دیدی رفتی دیدی خودت میگم نه میگه آقا تو کتاب خوندی میگم نه آقا این رو از دهن دانشمندان شنیده میگم نه میگم از کجا در آوردی این رو خب میشه من در یعنی از خودم یه چیزی رو در چیزی که آقا داره میگه عراجیف بی سر و ته شما خوابیدین روی انسانیتون خارج میشه میره میره کجا میره روی انسانی این باد بهش میخوره باد اینو میبره بعد دیگه بر نمیگرده دیگه انسان همون حیوان میمونه بخاطر روی حیوانی داره بعد در کبد ببینید دیگه انقدر دیگه میگم خیلی عزم میخوام مثلا رو بگم این از قافله شوته یعنی انقدر دیگه در عمق حماقت به سر میبره مباحث قرن 16 اروپا رو داره مطرح میکنه شد داستان دکارت دکارت هم میگفت که این روح در قده سنوبری هستش. یه جایی هست که این روح میاد با ماده در تعامله. که بعد سوال میکردن که آقای دکارت شما با همین فهمیدگیش توضیح بدین که بر همکنش این دوتا تا بر اساس چه چیزیه؟ خب این که متافیزیکیه، غیر جسمیته، جسمیت نداره، شی نیست ولی خب ماده که شی جسمیت داره، واسطه یک سری قوانین این کار میکنه. خب این دو تا با هم درهمکنشن؟ این رابطه علت و معلولی چگونه است؟ دکارت نتونست جواب بده. هر از ازش پرسیدن آخر من تو جواب بده حالا میگه کبد مرد حساب میخواد چرت و پرت بگی بگو مغزه بگو توی نمیدونم قسمت د... 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 چپی مغزه توی کبد توی جگر <تصحیح> واقعا دوستان واقعا جای خنده است اصلا من که دهنم وا میمونه چی بگم ولی رو من همیشه گفتم که رد محملات دو برابر از تولیدش انرژی و هزینه و زمان میبره ایشون 20 دقیقه من صحبتشون رو گذاشتم یک ساعت بعد خواهم صحبت کنم اینطوری قضی مطالب علمی که تازه دانشمندان احمد کاری زمین بهش رسیده پنج هزار چهارصد و چار سال بیست چهار سال پیش وارد کاری زمین شد پنج هزار چهارصد و چار سال بیست چهار سال پیش وارد کاری زمین شد کجا آورد شما این رو؟ از اسناد بعد واسه این حرف باشه میگم که من در گذشته گفتم تاریخ رو باید انکار شد موقعی که میخواین شیادی کنید تاریخ رو انکار کنید بعد بیاین ادعاهای مطرح کنید در تاریخ هست تاریخی ادعا آقا 5000 سال پیش یک مبحث تاریخیه این معرفت تاریخی ماست که یا از کتیبه میاد یا از نوشته ها میاد یا از تاریخدان ها میاد یا از آثار به مانده میاد در قار و در این ور در آن ور خب بیار ببینیم آقا مرد حساب کجا آورد اینها رو ما بهش رسیدیم ها بش رسیدن صوفیگری بهش رسیده آقا اصلا مباحث عرفانی دوستان باور کنید بچگانه به قضیه نگاه نکنید یه کتابی شما مطالعه کنید میفهمید اگر عرفان اسلامی یا عرفان ایرانی مد نظرتونه این دو بال داره یک بالش ریشه در آرای زرتشتیان داره یه بالش هم ریشه در آرای نو اسکندریان داره که بر فلسفه افلاتون و بر فلسفه ارسطو و کسانی مثل اینها اینها شرح و بررسی می نوشتن فلوتین و اینها دو بال داره به طور کلی که اینها جمع شدن کنار همدیگه اومدن برای به قولی مالکشی اسلام این بار خوشنزا اسلام رو بگیرن با این روش عرفانی که درست کرده بودن متکلمین و حالا این الهیدان ها و این اهل فلسفه اسلامی اصلا ربطی به پنج هزار سال پیش نداره اصلا اندیشه بشری به اونقدر قد نمیداخل نه ریاضیاتی اون دوران بود نه حساب هندسهی به اون میزان دقیق بود نه فلسفهی بود یه اندیشه استوری باستانی مبتنی بر جهل و مبتنی بر خرافات بود که با خرافات حالا مثلا علیت بی پای بی اساس همیشه رو توضیح میدادن خورشید میگرفت میگفتن که بله اجدا میخواد خورشید رو به بله برین حالا یه عده رو قربانی کنید تا این قضیه درست بشه مال 5000 سال 5500 سال پیش مثلا مدنی از به اون شیب و شمال نرسیده بود دوستان عزیز این اگه بگه 2500 سال پیش بازم میشه روش صحبت کرد بگه 3000 سال پیش میشه با اما اگر روش صحبت کرد ولی 5000 سال پیش خیلی خیلی دورتر از اندیشه عرفانی و سوفیسمی و درویشیگری و فلسفی یعنی خیلی فراتر از اون قضیه است میگم باید از خودتون سوال کنید اینها رو باید سوال کرد که این اعداد و این ارقام و این تقسیمات از کجا میاد آقا کدوم کتاب کدوم منبع کدوم رساله کدوم کس با چه استدلالی پشتش بود این حرفا رو زده مثلا در باب عرفان اسلامی خب سهره وردی که از این افراده خب کم فیلسوف بوده هم عارف بوده خب شما وقت مطالعه میکنید آرایی که در باب نور و در باب اون قضایا داره از زربانیگری میاد تو زندگی نامه این فردم شما مطالعه میکنید میبینید که با زرتشت نشست و برخواست داشته با مسیان نشست و برخواست داشته برسای از این دست از این قبیل این قضیه این داستان شما زندگی سهروردی رو بخونید ببینید ریشه در ده ده پنج هزار سال پیش نداره در هفت هزار سال پیش نداره در شیش هزار سال پیش نداره ریشه در 2500 سال یعنی زمانی که اندیشه ورزر یونان باستان شکل گرفت و اون آتنی ها اومدن دولت چرخهای خودشون رو گذاشتن ها از ایرانی ها چیزی باهم گرفتن از مصری گرفتن گذاشتن روش یه هندسه پدید اومد یه طبی پدید اومد یه لوگوسی به قول خودشون پدید اومد در برابر میتوس حالا اون اساتیر منطقی پدید اومد در برابر اساتیر لوگوس یعنی منطق یا به اصطلاح میگن عقل اینها پدید اومدن چرت و پرت هایی که آقا میگه باور کنید هیچ پای نه در تاریخ داره نه در علم داره نه در فلسفه داره من یه بیانات کوچیکشو دارم میگم یعنی. کل شما بخواید نگاه کنید که اصلا تعجب میکنید از این همه عراجیف گویی از این هم بگذریم تا اومد دیگر به همگی